26 آبان ماه 1396 خورشیدی و 17 نوامبر 2017 میلادی. امشب صفحه آخر رو اختصاص میدیم به فاجعه زلزله در غرب ایران و عملکرد حکومتی که به جای مدیریت امداد رسانی دروغ تحویل مردم میده. پرده آخرم خواهیم داشت. تقدیمی این هفته به رهبر معظم. سلام و سلامتی من از استان کرمانشاه خودمون شد دیویس روستای اطراف کرمانشاه زیر آوار دفن شدن. هیچ کس ازشون خبر نداره چی به سرشون اومده. من مسئولی خواهش میدارم چند روز چند فقط فکر کنن اینجا جنوب لبنانه به کمک مردم بیان. هنوز هیچ کس عزیزانش خبر نداره. هیچ گونه آب، غذا، کمک های انسانی هیچ گونه به دست این مردم نرسیده. تکلیف این مردم چی میشه؟ آی خامنه ای، آی خامنه ای، فکر کن اینجام سوریه، فکر کن اینجام عراقه. تو رو قرآن به کمک این مردم بیاین. همه دارن گشنگی و سرما شبا تو خیابونا زن و بچه سرما تا صبح دارن میدرزن. ساعت 12:50 شب یک شنبه 21 آبان زلزله 7.3 ریشتری 7 شهر و حدود 2000 روستا رو خراب کرد. ببینین این منطقه است که بیشترین تلفات رو داده. از کرمانشاه به طرف غرب تا مرز، روانسر، جوانرود، سلاس باباجانی، اسلام آباد غرب، سر پل ذهاب، کرند غرب، قصر شیرین و طبق آمار جغرافیایی اون منطقه 1930 روستای این منطقه. چقدر جمعیت داشتن هر کدوم اینا قبل از زلزله؟ شهرستان دالاهو از توابع استان کرمانشاه ایران است. یکی از مراکز مهم مذهب یارسان در ایران است که در سال اهل حق که در سال 1384 به شهرستان دالاهو به مرکزیت کرند غرب ارتقا یافت. شهرستان دالاهو طبق سرشماری سال 95 36,000 نفر جمعیت دارد یا داشته است. سر پل ذهاب جمعیتش طبق سرشماری سال 95 45,500 نفر بوده. دارین میبینید دیگه، شهر ویرانه شد. از روستاها برای مثال، روستای دالاهو از دهستان گورانی بر پایه سرشماری مرکز آمار ایران در سال 85 جمعیت آن 268 نفر، 65 خانوار بوده. همش ویران شد، با خاک یکسان شد. ببینین رسانه ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی پر از مثلا خبرها رو از خبرگزاری های حکومتی درست نمیگیریم. هیچ کدومتون نمیدونین، هیچ کدوممون نمیدونیم میزان ویرانی و تلفات چقدره، مدیریت بحران چگونه است، کمک رسانی، انتقال زلزله زده ها، هیچی معلوم نیست و معلوم نخواهد شد چون حکومت دروغ میگه. در طول برنامه خواهیم دید. بذارین اول درباره کانون زلزله. ببینید رسانه های ایران دو جور گفتن. برای مثال فرارو، مرکز مطالعات زمینشناسی آمریکا میگوید که مرکز زلزله که ساعات دیر وقت شب به وقت محلی روی داد، یعنی یک شنبه، در جنوب شهر حلبچه در عراق بوده است. ایلنا، علی مرادی رئیس مرکز علی مرادی رئیس مرکز لرزنگاری نزدیکترین شهر ایران در محور زمین لرزه را شهر از گله در شمال سر پل ذهاب در استان کرمانشاه اعلام کرد. شبکه خبری ایران به نقل از شبکه لرزنگاری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گزارش داد که کانون این زلزله حلبچه عراق بوده. اما در این حال مناطق وسیعی از ایران نیز به شدت لرزیده، به طوری که دست کم 61 کشته و 300 مجروح بر جا گذاشته است. این شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران میگه. سوال، بالاخره کانون و مرکز زلزله یک شنبه شب ایران کجا بوده؟ یه همچین سوال روشن و مشخصی که در تمام دنیا وقتی مطرح میشه پاسخ روشن داده میشه، چون
علم دو تا چهار تاست. تو ایران معلوم نیست کجاست. بذارید پاسخ رو از دکتر مانوئل بربریان بشنویم. پروفسور بربریان، من یه معرفی کوتاهی از ایشون بدم برای خب ایرونیایی که کمتر نخبه هاشون رو در جهان میشناسن. ایشون عضو مؤسسه پژوهش‌های مهندسی زلزله آمریکا و اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا هستند، عضو انجمن زمینشناسی لندن، عضو مؤسسه بین‌المللی پیشگیری و کاهش خطرهای طبیعی کانادا. چند دهه در ایران در همین زمینه کارهای با ارزشی کردن، از جمله تألیف کتاب دگرریختی قاره‌ای در فلات ایران زمین که سال 64 کتاب سال در رشته زمینشناسی شد. سال 1177 ایشون در ایران به عنوان اولین زمینشناس نمونه سال انتخاب شدن. در آمریکا هم 4 سال پیش، سال 2013، اکتبر 2013، از پروفسور بربریان به پاس 40 سال فعالیت پژوهشی در لرزشناسی زمین لرزه ها و زمین ساخت ایران تقدیر شد. خب چرا در معرفی کانون زلزله اخیر در ایران رسانه ها اینقدر متناقض حرف میزنن؟ با پروفسور بربریان صحبت میکردم، پاسخ ایشونو بشنویم. پایه ارزیابی مقدماتی کانون زمین لرزه به وسیله سازمان زمینشناسی آمریکا، این زمین لرزه در خاک ایران بوده و ما میبینیم که خرابی، آسیب و کشتار انسانی در خاک ایران خیلی خیلی بیشتر از خاک عراق بوده. در نتیجه هیچ شکی نیست که این زمین لرزه در خاک ایران روی داده و در شمال قصر شیرین و سرپل ذهاب. حالا حلبشه را از کجا آوردن؟ هیچ کانونیابی من ندیدم که کانون این زمین لرزه در حلبشه گزارش کنن. خب من عمدن در آغاز رفتم سراغ این سوال تا بگم دروغ حکومتی و مصلحتی از همون آغاز شروع میشه. یعنی ببینید حکومت به فکر چه چیزاییه. به نقل از مؤسسه ژئوفیزیک تهران، به نقل از مؤسسه زلزله نگاری آمریکا، دروغ می نویسن و دروغ میگن. چرا؟ مثلا برای خوب نشون دادن جمهوری اسلامی، بگن ما خوبیم. حتی اینکه یه فاجعه طبیعی هم رخ بده، دنبال تقصیرکار تو حیات همسایه میگردن. میگن حالا که میشه بندازیم گردن اونا، پس بندازیم گردنشون. واقعا اینا از اول تو چه فکر و ساز و کاری هن؟ مردم بدبخت مصیبت دیده تو چه فکری؟ زلزله در 50 سال اخیر بی سابقه بوده و 12,000 مسکن شهری و 5,000 مسکن روستایی در زلزله ویران شده است. یعنی 17,000 تا خونه ویران شده. یعنی به آمار دولتی 400-500 نفر کشته و 11,000 نفر زخمی باید اعتماد کرد وقتی 17,000 خونه خودشون آمار میدن که ویران شده. از روز اول بعد از زلزله حضرات هی سعی کردن قضیه رو کوچیک جلوه بدن. مشکلاتی که مردم دارن بیشتر چادر هست و آب و غذا در نوبت بعدی که اینها در راه هست از استانهای اطراف، از خود کرمانشاه، هلال احمر، امکانات سپاه هم در واقع بسیج شده، داره میرسه که انشالله توضیح بشه بین مردم و انشالله دیگه برای شب امیدواریم چادرها برسه که مردم تو سرما اذیت نشه. تصور میکنیم کار جستجو هم تا پایان امروز قبل از تاریکی تموم میشه؟ بله بله بله، فکر میکنم بله. با توجه به اینکه حالا مناطق اینجا روستاها اینجا تو منطقه جنگی بوده، در زمان جنگ خراب شده بوده و بعد از جنگ دوباره مجددا ساخته شده بوده، معمولا ساختمان ها تازه ساز هست. ساختمان روستاها، روستای اینجا، تصور اینکه روستای مرزی معمولا در همه جای دیگه روستای گلی و خشتی و قدیمی هست، تقریبا اینجوری نیست. خوشبختانه اکثر ساختمان ها بعد از جنگ ساختمان های تازه تأسیس و خوب ساخته شده و تخریب نشده. ممکنه دیواری از این ساختمان خراب شده، بعضی از ساختمان های قدیمی که گلی هست خراب شده و با توجه به این نکته من فکر میکنم که کارآوری تا امشب انشالله تموم میشه. و مناطق صعب العبوری که امکان دستیابی بهشون سخت هست چی؟ نه، مناطق اینجوری نداریم. خوشبختانه اینجا بله اکثر روزهاش جاده داره دسترسی، از مناطق صعب العبور آنچنانی نیست.
این مصاحبه فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مال فردای زلزله است، دوشنبه 22 آبان. یه ویدیویی ببینین مال چهارشنبه 24 آبان. همه از شهرستان های اطراف کمک فرستادن، مردم فرستاده، از کردستان میاد کمک مردمی. چهار تا وزیر اومدن ازگله دیروز، چهار تا چادر با خودشون نیاورد. کارشون چیه؟ چادر نمیخوایم، پس چادر میخوایم. ما با این مشکل حل میشیم. ولی اونجا خونه روستای ما 100 تا خانوار یه دونه چادر تا الان اومده تو روستا. ازگله 15 تا خانوار یه دونه چادر نیومده تا الان. همه دارن یخ میزنن. فرمانده سپاه همون فردای زلزله میگه بله تا شب تمام همه کمک‌ها رسیده فلان. میگم حالا خواهید دید که چقدر شرم‌آور برخورد حکومت با مردم مصیبت دیده. حالا خواهیم پرداخت به این ماجرای کمک‌های مردمی. بذارین اول من یه اشاره بکنم به این حرفی که شنیدین که گفت آقا از تهران اومده اینجا سلفی بگیره، شرم‌آوره. یه عکسی ببینین، بذارین این عکس. بله ببینین این عکس، خب جلفیه، این سلفی نیست، یه آخوند دیگه داره میگیره. جلفیه یه آخونده که رفته سر ویرانه های زلزله به فکر گرفتن عکس یادگاریه. که بعد بره بگه من رفتم اونجا. بعد این عکسو دو روز بعد از صحبت‌های فرمانده سپاه دوشنبه 22 آبان گرفتن که میگفت تا شب دیگه همه چی تمومه. ببینین این صحبت‌های فلاحت پیشه نماینده مجلس همین دیروز 25 آبان. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو با اشاره به موضوع قطعی آب در قصر شیرین و گیلان غرب اظهار کرد علی‌رغم تمامی وعده‌های داده شده از سوی مسئولان هنوز آب این دو شهرستان وصل نشده و متاسفانه گزارش وزیر کشور در این باره دروغی بیش نبوده است. این دو تا از شهرستان‌های اصلی و نسبتاً بزرگ منطقه است. گیلان غرب، قصر شیرین. دیگه روستاها که جای خود داره. چقدر شماها صبح تا شب، همه ماها تو سیمای آقایون دیدیم که آمدن همه مسئولا گفتن برق در تمام شهرها، در تمام منطقه بعضیشون میگن در شهرها که به طریق اولا همه جا وصل شده. آب حالا یکم مشکل داریم ولی خیلی جاها وصل شده. بذاریم برگردیم، همشون رو شنیدین شما. برگردیم به موضوع کمک‌های مردمی. از چهارشنبه اعلام کردن ورود ماشین‌های شخصی به مناطق زلزله زده ممنوع. کمک‌های مردمی خودتون میدونید که چقدر وسیع از جنوب کشور گرفته تا غرب و شمال و مرکز و خود شهر کرمانشاه، میدونید چقدر گسترده بوده از همه جای کشور، نه فقط به دلیل همت و انسانیت مردم بلکه واقعا به دلیل بی‌اعتمادی گسترده‌ای که به حکومت هست. مستقیم مردم خودشون تلاش کردن کمک‌هاشون رو برسونن. با یکی از خانواده‌هایی که فعالن در کمک رسانی تو کرمانشاه صحبت میکردم. بشنوین. اونجا نیروی انتظامی هست؟ حالا نمیدونم نیروهای به قول معروف پلیس یا نیروی انتظامی، اون اصلا اجازه نمیدن که از سرپل اونورتر برن. اونم که از اینا میگیرن مشخص نیست آیا به دست اینا میرسه. پسر من دوستش که بهش اطمینان داره رفته اینجوریه. الان اینا هم دارن کمک ها رو جمع‌آوری میکنن. فقط خواستم بگم کسی، البته نبگم همه، ولی اکثرا اعتماد ندارن به هلال احمر، اکثرا اعتماد ندارن به نیروهایی که نیروهای دولتی، اکثرا اعتماد ندارن به نیروهایی که دستن در کارن، نیروهایی که باید اینجا نقش یعنی وظیفه، اصلا وظیفه اساسی دارن که منتقل بکنن این نیرو. اصلا آقای فلاحتی، اصلا نیاز به کمک مردم نیست، نباید مردم کمک کنن. پس این
همه پولی که این همه ثروتی که ایران داره کجا میره؟ این همه پولی که الان دارن به کشورهای دیگه کمک میکنن چرا نباید از اونا خرج بشه؟ این همه پول کجا میره؟ یه نمونه بگم، فقط سال 91 اونم فقط یک قلم 5 میلیارد و 800 میلیون دلار جمهوری اسلامی داد به سوریه، پول کش. با 5 میلیارد و 800 میلیون دلار میتوان 347 هزار کلاس درس در ایران ساخت که تقریبا بیش از نیمی از شمار کلاس های درس فعلی در سراسر ایران است. با 5 میلیارد و 800 میلیون دلار میشد و میشود بودجه تأمین اجتماعی را 68% اضافه کرد، میشود بودجه خدمات پزشکی را 350% اضافه کرد برای پوشش عمومی بیمه خدمات درمانی. دی ماه 91 یعنی همون سالی که 5 میلیارد و 800 میلیون تومان فقط یه قلم به سوریه کمک مالی شد، رئیس شورای شهر بم اعلام کرد بازسازی شهر بم هنوز به اتمام نرسیده و مقامات محلی به منظور این کار تقاضای اعتباری معادل 55 میلیون دلار کرده اند که تاکنون فقط با 20 میلیون دلار آن موافقت شده است. 55 میلیون دلار هزینه درخواستی برای بازسازی بم کجا و نزدیک به 6 میلیارد دلار کمک به سوریه کجا؟ با یه قلم پول کمک به سوریه میشد تمام بودجه بازسازی شهر بم رو یک شبه فراهم کرد. نه اینکه تا همین امروز بازسازی شهر بم بعد از 15 سال که از زلزله‌اش گذشته هنوز انجام نشده باشه. حالا جدا از کمک به سوریه و حزب الله و بورکینافاسو نمیدونم کجا، تو خود مملکت فساد و بخور بخور آخوندی و تازه به دوران رسیدگی مگه میذاره کار پیش بره؟ همین هفته خبر دارین، شاید بارها تو تلویزیونتون اعلام کردن که یک شماره حساب اعلام میکنن، از روز اول اعلام کردن هلال احمر که مردم پول بدن واسه کمک به زلزله زده ها. شماره حساب چیه؟ همون شماره حسابی که بله 5 تا 6 تا 9، همون شماره حسابی که برای کمک به مسلمانان میانمار اعلام کردن، همون شماره حساب. یعنی یه قلق گذاشتن وسط، مردم دلسوز معتقد به اینا برن پول بریزن تو اون قلق تا اینا خرج هر چی دلشون بخواد بکنن. این شماره حساب، یعنی این قلق رو هر خبری میشه میذارن وسط به مردم میگن پول بدین. یا برای مثال کمیته امداد امام اعلام کرده فقط 6 ماه اول سال 153 میلیارد تومان یعنی 40 میلیون دلار مردم پول ریختن تو صندوق‌های صدقات. اینا کجا خرج میشه؟ 6 ماه 40 میلیون دلار مردم ریختن تو صندوق‌های صدقات. نیاز حکومت به بازسازی کل بم ویران شده از زلزله 55 میلیون دلاره. بعد از 15 سال میگه ندارم. 6 ماه 40 میلیون دلار از مردم صدقه گرفت. درباره این فاجعه غرب کشورم فقط نمایش حکومته که بگه ما داریم مثلا کار میکنیم. این نقشه رو ببینین، تیپ 4 انصار سپاه پاسداران درست وسط منطقه زلزله است تو جوان رود. خب یک کلمه تا حالا شنیدین که تیپ 4 انصار سپاه تو جوان رود کار امدادرسانی به مردم رو داره انجام میده؟ چی کار میکنه اون بغل؟ من نمیدونم چجوری روش میشه این ممدلی جعفری فرمانده کل سپاه میاد حرف میزنه اصلا. برای اینکه ببینید چقدر این حرفایی که صبح تا شب تو صدا و سیما میزنن درباره کمک به زلزله زده ها و درست شدن آب و برق و همه چی دیگه آرومه و همه دروغه، به صحبت یه آخوند جوونی که رفته تو منطقه زلزله زده گوش بکنه. نماینده حضرت آقا آقای موذی، من چیکار به حضرت آقا دارم؟ من اینجا سرما زدم. واو اینا بی بخش بکنه. ببین یه سری آمار داره به تهران داده میشه که بعضیش دروغ بوده. حالا ما الان اومدیم اینجا دیدیم نه آب وصله، نه برق وصله، نه چای. حاج آقا اونا گفتن صد تا بده. خبری نداره. بعد از اینکه برگرد بفایده چه خسته بکنیم. نه اینا برق خسته بگه بابا. اینکه برسه تهران امشب
مطمئن باشی وقتی اینجوری گفته بشه که چون میگم آماره که رسیده خیلیش دروغ بوده یا خیلیش اغراق شده. حالا این چیزایی که الان شرایطو ما دیدیم اصلا خلاف اون چیزی که فهمیدیم. حالا برگردیم مطمئن باشین طور دیگه باید برخورد بشه با اینجا، چون که اینجوری که الان هستی جوابگو نیست. خب رسالت چی داره؟ نه قضا ما تعظیم رسالت زیر سنگ بزنیم که خدا این تازه این الان تازه شهرستانه داداش سمت دشت. این آخوند هنوز خیلی جوونه، اگه برگرده فکر میکنه که طور دیگه‌ای برخورد خواهد شد. اینه اون بدنه نهادهای فاسد و جنایتکار و حکومت که افرادش بدنه جوان با مردم دنبال کار مردمه و خیال میکنه درست میشه. داریم میبینیم دیگه. ببینین یک فیلمی از روستاهایی که با خاک یکسان شده. لو درجه یک من فامیل درجه یک من اون آقای امیر نجفی. این آقای امیر نجفی دو تا دختر 20 ساله 22 ساله با نوه 3 سالش همینجا زیر آتش در آوردیم. آبادی من به اسم صابر نجفی خارج شهید صابر نجفیه. هیچ کسی به دادم نرسیده. تقاضا دارم این فیلم رو پخش کنی که به دست مسئولین برسه، شاید کمکی به این مردم بکنه. آبی با خدا همه تشنن، به پیغمبر همه تشنن، دنبال یک لیوان آب میگردیم. یه جرعه خودت الان آب بخوای بر نمیتونی بدی. صحبت های تلفنی یکی از امداد رسانا که داوطلبانه رفته اونجا و برای کمک دارویی بهداشتی و درمانی تو یکی از روستاهای زلزله زده رو بشنویم. و اینا نمیخواد بگیریم، فقط لباس گرم، اینا هیچی لباس ندارن. از سرما دیشب 3 نفر اینجا یخ زدن، 3 تا بچه. لباس گرم هر چی که حتی کهنه دارین اگر تو سرداش خالی هم باشه اصلا ایراد نداره، اینجا ندارن. پتو اصلا وجود نداره، لوازم شوینده مخصوص بچه ها، پوشک بچه، هر چی که از چیزا دارین بفرستین. دارو، هر دارویی که تو خانه دارین. اینجا الان ما گروه امداد صلیب سرخیم، آمدیم اینجا، لوازم نداریم. بخیر چیز آوردن، یه خانومی آوردن، سرم نمیتونم براش بذارم، نمیدونم باید چی کار کنم. الان آمدن تو اتاق تو چادر نشستم، بچه دارم روانی میشم. اینجا یه سرم نیست، تاق آمبولانس نیست، کسایی که در حال مرگن هیچ امکاناتی ندارن بفرستن بیمارستان اطراف شهر. بعد یه سری روستا هست که اصلا راه دسترسی با ماشین نداره، فقط باید با موتور برن. الان یه سری ها دارن با موتور میان که برن اونجا، کسایی که ریکاوری و امداد و نجات و اینا بلدن برن تو روستاها. بچه ها خیلی وحشتناکه، خیلی. کاش من نمی آمدم، این جهنم واقعیه. یعنی شیبا که تو چادر هلال احمر هم. بچه ها برای سرپل نفرستین، اینجا خیلی مردم بیشتر احتیاج دارن. بچه یه آلای بچه اینجا پدر مادر ندارن، دختر، یه دختر بچه یه فارسی بلد نیست حرف زنه و میگه امشب میذاری بغلت بخوابم، دلم های مامانم تنگ شده، دیشب اینجا گرگ آمده. بچه ها خیلی گناه دارن اینا. یک گوشه ای از این جهنم رو ببینیم. فیلمی که میبینین الان به کردی صحبت میکنه، کسی که حرف میزنه میگه از بچه 2 ساله تا زن 50 ساله کشته داشتیم، روی تشک و کفن کردن، کمک میکنن تا زنده ها نمیرن، بچه هامون آب ندارن، تا الان به آبادی ما هیچ کمکی نشده، کمک کنن که زنده هامون نمیرن. مناله داشتیم، ملت 2 ساله داشتیم، تاجزین 50 ساله من بلن جه جنازه است؟ جنازه است و شرافتم روی دوشه تغان کرمسه کپنیان مردم شاید روی دوشه تغان نکنم کپنیان لباس آدم انا منال مان آو نیرین منال مان آره نوردیم انا قصه دان چست هر چیست قصه مان یه سر کومه گوپی مان بکر زنوان نمره زنوان نمره چادر بنفتی مان و حل عزیز کمک بکن که زنوان ما نمید مریضی کمک کردن اتالان؟ نه ولا هیچ کمکی نتیاد روی آوایا. مردم دیگه فکر مرده هاشون نیستن، به فکر زنده هاشون هن، به فکر زندگی هن. آقا به خدا ما
به ما نمیرسن. مسئولان شهر، آقای فرماندار، آقای شهردار، اونایی که اون چیزی که تو به سانا میگن با اون چیزی اینجا واقعیت نداره. ما دو روزه به خدا هیچی نخوردم، نگاه کن هیچی نخوردم، زن بچه‌مو بیرونه به قرآن کنار رودخونه به قرآن به پیغمبر چادر بهم نمیدن. برنامه ندارن، اومده درست چادر اومده ولی آقا برنامه ندارن، مسئولین برنامه ندارن، اینا به من نمیرسن. به خاطر خدا کمک ما کنید، اگر اینجوری ادامه داشته باشه ما چیکار کنیم؟ برای بچه ما چیکار کنیم؟ آقا ما خودمان بزرگیم ولی بچه همان میمیرن. آقا اونایی که مردن خزیر اهروارن، مردن ولی به زنده ها برسی که نمیرن. ببینیم به بعضی مناطق که کمک رسیده، برای نمونه ببینیم مردم چه مشکلاتی دارن. وقتی که پیش آمده اوج موج پاجه واقعا خیلی اصطفناکه. دو تا چادر دادن، چندین خانوادن. چند نفر دارن تو اون دو تا چادر؟ حدود 30 نفر. بقیه تون چی کار میکنی؟ جا میشید همه تون تو چادر؟ خیلی ها ماشین ها که کلا سقفشان خانه آمده روش خیچیده بردیم بوچه رفتیم تو ماشین ها زیر چادر. وحشتناکه، واقعا وحشتناک. خب چرا به تعداد چادر بهتون ندادن؟ خب نرسیده، یه دمیونی بیشتر میزنن. برای کسی که مصیبت دیده ما آنان فوتی داشتیم تا رسیم اونها را خواب کردیم آمدیم دیگه بیشتر از این شانه. آب و غذا چی؟ آب و غذا برای آب باید بری یک شدیدی بری بالا تایی خودشی آب مدنی گیر بیاری. غذا چطور؟ آب قطعه غذا خورما توزی کردن، خورما هم که همه حشره و کرمزاده و حشره و کرمزاده بود. خب غذای گرم هم بهتون دادن تا حالا؟ اصلا غذای گرم. امکانات بهداشتی چی؟ سرویس بهداشتی چیزی گذاشتن اینجا؟ آب و غذا چی؟ چیزی دادن بهتون یا نه؟ نمیارن بهتون بده. بابا هدف نان هم بیارن. هن نان هم خوش بیارن برای مردم. هن نان هم خوش برای مردم. هیچ نیارن. من خودم زن بچه هم فرست دادم تو روستا. یه دانه چادرم به امانه میگه. بعد اگه بتونی قدرت اینو داشته باشی در حال خاک سپاری عزیزانت نباشی، بتونی بری مرکز شهر برای گرفتن کمک، اون وقت ببینین دیگه با ماموری وحشی باید روبرو بشی. چه گناهی کردن این مردم که گیر شما افتادن؟ ببینید یه سوالی همیشه ذهن من و حتما شما رو هم درگیر میکنه، اینکه آیا میشود زلزله رو پیش بینی کرد؟ یعنی آیا اصلا علم به چنین مرحله رسیده یا میرسه؟ آیا امکان داره که مردم مطلع بشن که میخواد زلزله بیاد؟ چند ایالت پرجمعیت مکزیک در شهریور ماه گذشته دوبار لرزید. بار اول 8.1 و بار دوم 7.1 ریشتر. میزان تلفات در زلزله اول نزدیک به 90 نفر و در دومی که در شهر 20 میلیون نفری مکزیکو سیتی رخ داد 300 نفر بود. رئیس جمهوری مکزیک زلزله نخست را شدیدترین زلزله قرن اخیر در این کشور توصیف کرده بود. شاید برای شما همین سوال پیش آمده باشد که چطور میشود که زمین لرزه‌ای در یک شهر 20 میلیونی رخ دهد اما فقط حدود 300 نفر قربانی گرفته باشد. ماجرا به سیستم هشدار مربوط است. 5 سال پس از زلزله ویرانگر 1985 که جان حدود 10,000 نفر از مردم مکزیک را گرفت
گرفت، مکزیک مجهز به یکی از مؤثرترین سیستم‌های هشدار دهنده زلزله به نام سیستم هشدار لرزه‌ای مکزیک شد. سیستم هشدار لرزه‌ای مکزیک شامل بیش از 82,000 سنسور لرزه‌ای است که در فعال‌ترین منطقه از نظر زلزله واقع شده است. در یک بخش اساسی از سیستم، سنسورها اولین لرزش زمین را تشخیص می‌دهند و سیستم هشدار شدت زمین لرزه را محاسبه می‌کند. اگر میزان برآورد لرزه در مقیاس ریشتر بیش از 5.5 باشد، اطلاعیه‌های هشدار بلافاصله به مقامات دولتی و محلی و کانون‌های مراقبت‌های اورژانس در تمام مناطق مستعد خطر ارسال می‌شود. هشدارهای انبوه از طریق آژیرها، رادیوهای AM و FM و تلویزیون پخش می‌شوند. به همین دلیل جامعه و اقشار در معرض خطر برای آماده‌سازی و نجات جان خود فرصت دارند. تو ایران نیم ساعت قبل از زلزله 7.3 ریشتری سه تا زلزله میاد تو همون منطقه که بزرگترینش 4.6 ریشتر بوده، یعنی به هر حال نسبتاً قوی بوده. هیچ مسئول محلی و ملی و هیچ هشدار مرکز زلزله نگاری ککش نگزید. نیم ساعت بعد 7 شهر و 2000 روستا ویران شد. یعنی اگر در ایران هم مثل مکزیک یا مثلا شیلی یک همچین سیستم هشداری که پخش کردیم وجود می داشت و نهادهای مربوطه موظف بودن که هشدار رو جدی بگیرن و پخش کنن برای مردم، میتونست از همین کشتار وسیع جلوگیری بشه. پروفسور مانوئل بربریان. جناب حضرتی، اون دو نکته ای رو که اشاره کردی در مکسیکو سیتی و همچنین در شیلی، اگر این دو زمین لرزه‌ای که در اون شهرها دو بار در مکسیکو سیتی و یک بار در شیلی اتفاق افتاد نگاه کنید، میبینید که میزان تلفات انسانی و ویرانی سازه‌ها خیلی خیلی کم بوده. اون به این علته که اونها برنامه درستی برای طراحی سازه‌هاشون دارن. و ما برمیگردم به اون پرسش نخست شما و اون اینی که پیشبینی زمانی زمین لرزه. تا این لحظه زمان زمین لرزه رو نمیشه پیش بینی کرد. برای چند ثانیه ممکنه با توجه به پس لرزه ها و کارهای تکنیکی دیگه، ولی امکان پیش بینی زمانی زمین لرزه رو ما نداریم. ولی دانش اون رو داریم که بدونیم زمین لرزه کجاها روی میده. برای نمونه در همین پهنه مرزی کشور ما در روز دوشنبه زمین لرزه اتفاق افتاد. در سال، من سالها رو به میلادی میگم برای اینکه سالهای زمین لرزه ها میلادی است، من بخوام تبدیل به قمری و شمسی و اینا بکنم لوس میشه کار. در سال 958 میلادی و 1150 میلادی دو زمین لرزه با بزرگی حدود 6.7 سر پل زهاب و قصر شیرین رو ویران میکنه. همین دو شهر یا شهرک در حال حاضر هم آسیب فراوانی دیدن. در اون سوی مرز عراق، ایران، در خاک عراق جایی هست به نام شهر زور یا یاسین تپه که در سال 1229 و 1310 میلادی ویران شدن. بنابراین ما میدونیم که پهنه‌ای که در 2017 در امسال ویران شد در 958 1150 1229 1310 ویران شدن. ببخشید، بنابراین زمان رو نمیتونیم کاری بکنیم. تا این لحظه ممکنه در آینده بشه، ولی امکانش در حال حاضر وجود نیست. تنها کاری که میشه کرد، کاری که شیلی در شیلی انجام میشه، کاری که در مکزیکو انجام میشه، کاری که در کالیفرنیا، آمریکا و در ژاپن و کشورهای پیشرفته دیگه. خب میشه یه مقایسه بکنیم میزان خسارت و دلیل به وجود اومدن این میزان خسارت زلزله‌ای که در ایران شده با زلزله هایی که در کشورهایی که اشاره شد اتفاق افتاده. در ایران و بقیه کشورهای جهان سومی سابق یا کشورهای در حال توسعه کنونی، زمین لرزه چون بمب ساعتی هستن، یعنی بمب ساعتی زمین لرزه داریم که هر آن ممکنه در گوشی از کشور ما منفجر بشه. به طوری که من خدمتتون عرض میکنم که از سال 1900 میلادی تا این لحظه، یعنی در 117 سال گذشته، ما 165,000 ایرانی رو از دست دادیم. در طول 117 سال 165,000 ایرانی در زمین لرزه کشته شدن.
من تعداد زمین لرزه رو نمیخوام بگم اینجا چند تا زمین لرزه با 7 داشتیم یا چند تا زمین لرزه 6 و 9 داشتیم، اون آمار مهم نیست برای شما، ولی این مسئله خیلی مهمه که در این 117 سالی که ما 165,000 کشته انسانی داشتیم، در آمریکای شمالی شمار کشته شدن انسانی از 3-4,000 نفر بیشتر نیست. علت 3-4,000 نفریش این هست که چند هزار نفر در شمال کالیفرنیا در سان فرانسیسکو کشته شدن در 1906، ولی در سالی که به فاصله یکی دو روز که زمین لرزه بم رو داشتیم و ما 40-41,000 نفر رو از دست دادیم، در آمریکا یک زمین لرزه با فاصله یکی دو روز روی داد که تعداد کشته شدگان 3-4 نفر بیشتر نبودن. بنابراین اونها یه کارایی میکنن و ما اون کارها رو نمی کنیم، و هدف من از این گفتارم اینه که ما ببینیم اونها چیکار میکنن و ما چیکار نمی کنیم. خب بحث اصلی همینه، آمریکا چه کرده که ایران باید انجام بده تا آمار کشته شده های زلزله 7 ریشتریش برای مثال بشه 3-4 نفر؟ 49 سال پیش، یعنی در سال 1947 آیین نامه طرح ساختمان ها در برابر رویداد زمین لرزه رو در ایران مؤسسه استاندارد اون زمان تصویب کرد و به کلی ادارات ابلاغ شد. در این 49 سال این آیین‌نامه، من خدمتتون بگم که خودش یک نکته مثبت از کشتار زمین لرزه مثبت نیست، ولی یک نکته مثبت از زمین لرزه 1141 بوئین زهرا بود که 12,000 نفر کشتار داشتن. مهندسین و لرزه شناسان و طراحان و خود دولت در اون زمان به این فکر افتاد که کاری کنیم که مثل کالیفرنیا و سان فرانسیسکو آیین‌نامه‌ای داشته باشیم، و این آیین‌نامه رو طراحی کردن و منتشر کردن در سال 1947 که 49 سال پیش میشه. از اون لحظه تا اینجا، یعنی تا این لحظه، تا امروز، ما 11 سال پس از تصویب این استاندارد زمین لرزه طبس گلشن داشتیم در 1358 با 20,000 کشته. البته من ایرادی نمیگیرم به خاطر اینکه 11 سال فاصله بوده و فرصت نبوده برای دولت، چنانچه برنامه‌ای داشتن برای محکم سازی و بهتر سازی سازه ها، فرصت کافی نبود که فرضاً به تبس برسن. 22 سال پس از تصویب آیین نامه 1147 ما زمین لرزه 1379 رودبار رو داشتیم که 3 یا 4 شهر ما ویران شد، 40,000 کشته. 35 سال پس از تصویب اون 1182 ویرانی کامل شهر بم داشتیم با 41,000 نفر، و 49 سال پس از تصویب، یعنی نیم صده پس از تصویب آیین‌نامه، ما زمین لرزه روز دوشنبه رو داشتیم. و این نشون میده که کشورهای پیشرفته، و اگر بررسی کنند اونهایی که در این راه هستن، میبینن که کشتار انگشت شمار اونها به خاطر این هست که آیین‌نامه اونها، آیین‌نامه طراحی سازه‌ها در برابر رویداد زمین لرزه، آیین‌نامه رو بسیار خوب اجرا میکنن، میبخشید، و بسیار خوب نظارت میکنن، و هیچ سازه‌ای نمیتونه مجوز سکونت بگیره تا اینکه ساخته بشه. شوربختانه این چیزیست که من همه میدونن و من بهش واقف هستم، کار من این بوده به علت فساد مالی و اخلاقی. چنین کاری در ایران انجام نشده و نمیشه. اجازه بدید من یه نقل قولی بکنم از پروفسور بهرام عکاشی از دانشمندان زمینشناس ایران. ایشون میگن من زلزله خیزی ایران را در 10 قرن گذشته مطالعه کردم. در کتاب ها آمده است که تهران در چه زمانی دچار زلزله شده. با بررسی زلزله هایی که به وقوع پیوسته متوجه این امر می شویم که این زلزله ها دارای یک ریتم 150 تا 200 ساله هستند. از آخرین زلزله ای که در شرق تهران اتفاق افتاده تا کنون 185 سال گذشته و ریاضیات است که به من میگوید این ریتم که روی کاغذ مشاهده می شود اگر بخواهد تکرار شود تا 15 سال آینده زلزله تخریب کننده در تهران اتفاق می افتد. آقای دکتر عکاشی البته میگن که تحولات داخل زمین لزوما با ریاضیات جور در نمیاد و لزوما قابل پیشگویی نیست، ولی به هر حال میگن تصور کنید که 11,000 کیلومتر لوله گاز در تهران ناگهان منفجر بشه. آقای پروفسور بربریان، آیا همچین تصوری می شود که درباره زندان تهران؟ چه
چنانچه زمین لرزه دوشنبه مرز ایران عراق رو برداریم و ببریم در تهران و این زمین لرزه در اونجا اتفاق میفته روی بده که خواهد افتاد کما اینکه افتاده قبلا، ما با کشتار چند صد هزار نفری روبرو هستیم و فلج کامل تهران و شاید دولت و کشور. پس کوتاهی ما بوده، ما نیم صد فرصت داشتیم سازه های ما رو تقویت بکنیم، نیم صد فرصت داشتیم به سازه هایی مثل بیمارستان آموزشگاه و غیره برسیم، نرسیدیم. فساد مالی و اخلاقی جلوی این کار رو گرفتند و نتیجه این که ما نمیتونیم این 50 سال رو 49 سال رو از دست دادیم، پولهای مربوط به اون رو هم، اون سرمایه این کار رو هم از دست دادیم، به کارهای دیگه زدیم و ما نمیتونیم در حال حاضر از کشتار انسانی و ویرانی در کشورمون جلوگیری بکنیم مگر اینکه دولتی مردمی بتونه در وهله نخست با فساد مالی و اخلاقی روبروی بکنه و بتونه آیین‌نامه رو به طور کامل اجرا و نظارت بکنه. در غیر این صورت ما همین داستان رو ادامه خواهیم داشت. من یک مثال خدمتتون میگم. در سال 1909 میلادی، حدود 100 سال پیش، 100 چند سال پیش، زمین لرزه با بزرگی همین 7.2 شهر درود و روستاهای فراوانی رو ویران کرد. اگر شما گزارش مربوط زمین لرزه درود رو ببینید، بخونید، میبینید که شبیه اون در طبس گلشن، در رودبار، در بم و در دو روز گذشته در مرز ایران ترکیه روی داد. پس نتیجه‌ای که من میگیرم، نتیجه شخصی من اینه که ما نسبت به 1909، یعنی نسبت به 100 سال پیش تا الان، در این زمینه پیشرفتی نکردیم از نظر جلوگیری از کشتار انسانی و ویرانی. ما از این کار عاجز موندیم به خاطر فسادی که جامعه ما رو گرفته. این فساد الان نیست، بیشتر شده. 50 سال ما سرمایه‌مون از دست دادیم و اگر فردا چنین زمین لرزه‌ای در یک شهر دیگه مثل تهران رو بده، ما همین داستان گذشته 1909، یعنی 100 خورده سال پیش رو با همون شکل داریم. پروفسور مانوئل بربریان، دانشمند زمینشناس و لرزشناس، بسیار سپاسگزارم. ببینیم، بیشترین تاکید دانشمندا و کارشناسا این است که سازه های مقاوم در برابر زلزله حرف اولو میزنه در حفظ جان مردم. تو پروژه مسکن مهر که از سال 86 شروع شد، حدود 2 میلیون واحد در ایران ساخته شد که شامل صدها واحد در سرپل ذهاب است. همه ویران شد. در اسلام آباد غرب همینطور. علی بیت اللهی، رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، با بیان اینکه از 3000 مسکن مهر اسلام آباد غرب حتی یک واحد هم پس از زلزله سالم باقی نمانده، گفت عمده ترین خرابی ها در ساختمان های مناطق زلزله زده، به ویژه واحد های مسکن مهر، ریزش دیوارهای حائل بوده است که متاسفانه طبق قوانین و مقررات ساخته نشدند. آره دیگه، اینجا ساکن بودیم، ساختمون اون ویران شده، 4 تا مامانم و خواهرم و مامان بوده، همه رو عدد سادیم، بدبخ شد، بدبخ شد، چی برام همون، هیچ. ببینین، داشتم واقعا فکر میکردم که چی میخوان، داشتم میگشتم که چیه جواب آخه؟ مسئولان، رئیس جمهور مهرطلب که میره تو شابتر از این بستم میخواد بشینه، رئیس جمهور مهرطلب و رئیسش رهبر معظم که با همین رئیس جمهور، با تشویق همین رهبر معظم، میره تو جلسه دولت 25000 مسکن پیشنهادی کارشناسا رو، مسکن مهر رو تبدیل میکنه به 1,250,000 واحد. میگه ما اینیم. تو برنامه 2 هفته پیش گزارش رو خدمتتون عرض کردم، بدون مهندسی ناظر، بدون حسابرسی و مدیریت، با تعیین یک زمان فوری حداکثر 3 ساله، 2 ساله و بعد 3 ساله. ببینین دیگه تفاوت دو سازه نمونه، دو سازه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ببین.
ببینین سمت چپ فاز اول بیمارستان امام خمینی اسلام آباد بیش از 50 سال قدمت داره، دست نخورده. سمت راست فاز دوم بیمارستان جدیده که هنوز افتتاح نشده. محمد رضا حبیبی عضو نظام مهندسی کرمانشاه میگه زمان شروع ساخت مسکن مهر در جلسه‌ای که در کرمانشاه با حضور وزیر راه و شهرسازی وقت برگزار شد، یعنی علی نیکزاد ایشون اعلام کرد به خاطر کاهش هزینه های مسکن مهر مجریان زیصلاح در تمام کشور از این پروژه ها حذف میشوند، در حالی که مجری زیصلاح یکی از کنترل کننده های اصلی در ساختمان سازی است. همچنین هزینه نظارت از متری 24 هزار تومان به متری 3 هزار تومان و هزینه ساخت از متری 600 هزار تومان به 300 هزار تومان در مسکن مهر کاهش یافت که همین کاهش قطعاً منجر به کاهش کیفیت و استفاده از مصالح با استانداردهای پایین در مسکن مهر سراسر کشور شده است. حالا توی یه همچین فاجعه‌ای که برای مردم درست کردن، بانک میخواد مثلا فشار رو از رو مردم کم کنه، ولی ببینیم واقعاً عرض کردم از اول برنامه ببخشین، ولی واژه شرم دیگه تو این نظام مقدس خیلی وقت بی‌معنی شده. ببینین در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه در بانک مرکزی برگزار شد، کمیسیون اعتبارات این بانک دو مصوبه مهم در رابطه با جریان زلزله اخیر داشت. در جلسه این کمیسیون مقرر شد نظام بانکی نسبت به اعطای تسهیلات قرض الحسنه 10 میلیون تومانی به هر خانوار آسیب دیده از زلزله در استان‌های غربی اقدام کند. با توجه به تأکیدی که درباره تسهیلات قرض الحسنه وجود دارد، سود رایج بانکی 18% را شامل نشده و به آن کارمزد 4% تعلق خواهد گرفت. بعد همین هفته پیش اختاری اومد برای زلزله زده های مسکن مهر که اقساطتون عقب نیفته، هر کی قسطش عقب افتاده اختار میدیم که فوری بپردازه و اینو باید خالی کنه. به گزارش خبرگزاری مجلس، نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه با وجودی که مساکن مهر تخریب شده و مردم زلزله زده با مشکلات جدی مواجه هستند، اما متاسفانه برای آنها اختاریه درخواست پرداخت اقساط صادر شده. او گفت مجموعه های مسکن مهر به طور کامل تخریب شده و صاحبان آنها آواره بوده و حتی یک چادر برای اسکان ندارند. چگونه باید با این شرایط اقساط را پرداخت کنم؟ واقعا این موضوع جای تأسف دارد. ببینید نتیجه این مجموعه این میشه که قسط ساختمانه خراب شده تو زلزله سرشکن میشود، روی وامی که قرار 4 ساله قرض الحسنه دولت لطف بفرماید، وام 4 ساله با بهره 4% یا وام هر چی 10 میلیون تومان، قسط خالصش میشه ماهی 220 هزار تومان. این 220 هزار تومان به اضافه قسط ماهانه مسکن مهری که ویران شده رو هم میشه قسطی که یه صاحبخونه مسکن مهری که دیگه مسکنش خونش وجود نداره باید بپردازه. ببینید توی مملکتی که از بام تا خاکش همه فاسدن در نظام مقدس و دارن میخورن از جیب مردم بدبخت، از تو همین مردم بدبخت یک کسایی هستن که به فکر بهتر شدن وضع مملکتن، زحمت میکشن، میرن تو هر حوزه، حتی تو بازار رقابت، بازار فکر، تولید، محصول درست حسابی تولید میکنن. یه فیلمی رو ببینین، مال پیار ساله، 2 سال پیش، که چجوری میشه دیوار ضد زلزله ساخت. این آجر به وجود آوردیم، اگر ملاحظه بفرمایید این آجر ها با هم چفت و بست میشه. هنگامی که شیارهای این آجرها در داخل هم قفل میشود، دیواری یک پارچه به دست می آید که در برابر تکانها و لرزشها مقاوم بوده و تخریب نمی شود. سرعت صافی ساز ما بالا می بره، ملات کمتری استفاده میشه، عایق کاری شده هست. والا ما تا تمام جا رفتیم، حتی وزارت مسکن و تحقیق و شهرسازی آزمایشات شما انجام شده، منتها کسی سوال ما نیومد. خیلی سخت شده زندگی امروز، مجبور شدیم دوباره اون بیام کار لوازم خانگی رو فعلا انجام بدیم. بله اینجوریه که
رک بگم بهتون، خوشتون بیاد یا نه، یاد نمیدونم، مخالف آمریکا باشین یا موافق آمریکا باشین، اینجوریه که تو آمریکا، آمریکا پیشرفت میکنه و ایران هر روز بدبختر میشه. اختراعی صورت میگیره، تحویلشون نمیگیرن. طرف میگه خب خرج داره زندگیم دیگه، میره دوباره لوازم خونه میفروشه. چه ربطی داره به این اختراع، به این کاری که کرده، به این فکری که کرده و به اون مرحله رسونده؟ به این دلیل این دو تا کشور مقایسه کردم، برای اینکه اینجا یه همچه اتفاقایی بیفته به سرعت کاری که طرف کرده به عنوان اختراع، به عنوان تولید تازه و تثبیت شده رسمیت پیدا میکنه، ثبت میشه و بهش پیشنهاد میدن که آقا بیا ما کار کن و بلافاصله از طریق اون اختراع میتونن تولید انبوه بکنن و طبیعی است که زندگی مردم عوض میشه. بله، پخش کردیم یه بار یکی از تقدیمی‌ها رو که از یکی از فیلم‌های سینمایی بود که درست اون تیکش سانسور شده بود که میگه اینجا ایران است، همه چی رو میشه خرید، همه کس رو میشه خرید، جان آدمی زادم هم میتونه. بریم پرده آخر. منشأ زلزله در این احادیث که من میخوام بخونم گناهه. یه رگی در زمین هست که هر وقت خدا اراده بکنه تعلق بگیره ازش که در یه جایی عذاب نازل کنه، به یه ملکی میفرمون برو اون رگ رو تکون بده. شب و روزگار خوش.